اما ببینیم که غضروف چی هست. شما وقتی که به نوک بینی، به لاله گوشتون و نوک بینیتون دست میزنید، یک حالت نرمی محکم احساس میکنید و همچنین در محل اتصال استخوان‌ها بچه ها غضروف وجود داره. پس نوک بینی، لاله گوش و محل اتصال استخوان‌ها غضروف داره. غضروف چجوری بچه ها؟ نرم و قابل انعطاف هست. یعنی چی قابل انعطافه؟ یعنی وقتی که شما مثلا فشارش میدین ممکنه فرو بره ولی دوباره به حالت اولش برمیگرده. پس اگر نیرویی بهش وارد کنید و نیرو رو بردارید دوباره به حال اولش برمیگرده. خب چه کاری انجام میده غضروف بچه ها؟ کارش اینه که مانع اصطکاک استخوان‌ها در محل مفاصل میشه. پس اگر که غضروف ساییده بشه باعث میشه که چی؟ اون اصطکاک پیش بیاد بین استخوان‌ها و حرکت مثلا دست، پا، زانو اینها با درد و مشکل مواجه بشه. اما مفصل چیه که گفتیم غضروف در مفاصل وجود داره؟ ما به محل اتصال استخوان‌ها به هم میگیم چی؟ مفصل. محل اتصال استخوان‌ها به یکدیگر رو میگیم مفصل. مفصل‌ها انواع متفاوتی دارن. بعضی مفصل‌ها میتونن در جهت‌های مختلف بچرخند. مثل چی؟ مثل مفصل بین بازو و شانه. شما میتونید دستتون رو بالا بیارید، پایین بیارید، چپ و راست ببرید، از محل شانه یا بچرخونید. ولی بعضیاشون فقط در یک جهت خاص حرکت میکنن، مثل آرنج. آرنج بچه ها دیگه چپ و راست نمیره، فقط تا میشه، خم میشه و صاف میشه. پس مفصل ها متحرک هستند، نیمه متحرک هستند و ثابت. مثلا مفصل بین بازو و شانه رو میگیم چی؟ متحرک. یا مفصل آرنج رو میگیم نیمه متحرک. یا مفصل مثلا بین استخوان‌های جمجمه رو میگیم ثابت، چون حرکت نداره. خب بعضیا حرکت محدودی دارن، مثل مفصل بین دنده‌ها و ستون مهره‌ها. چرا میگیم حرکتش محدوده؟ چون فقط شما وقتی که نفس میکشید دنده‌های شما به بالا و پایین حرکت میکنه و دیگه حرکت چپ و راست و بالا و پایین نداره. بعضی مفصل‌ها هم حرکت ندارن و کاملاً ثابتن. مثل چی؟ مثل مفصل بین استخوان‌های جمجمه. خب بچه‌ها بین این مفصل‌ها یک بافت پیوندی محکم هست که استخوان‌ها رو به هم وصل می‌کنه. پس در محل مفصل‌های کجا متحرک؟ مثلا مفصل‌های ثابت بچه‌ها بافت پیوندی متراکم رباط رو ندارن. کدوم مفصل‌ها؟ مفصل‌های متحرک. پس در محل مفصل‌های متحرک یک بافت پیوندی محکمی هست که استخوان‌ها رو به هم وصل می‌کنه، بهش میگیم رباط. توی این شکل هم شما انواع مفصل‌ها رو می‌بینید. شکل سمت چپ ببینید، مفصل ثابت هست که می‌بینید مفصل‌ها دندانه دارن، در هم فرو رفتن. استخوان‌ها بچه‌ها دندانه دارن، در هم فرو رفتن و مفصل ثابت رو به وجود آوردن. مفصل هم که گفتیم محل اتصال استخوان هست. خب این ثابت. مفصل آرنج رو میبینید که بهش میگیم مفصل لولایی. چرا لولایی؟ چون مثل لولایی در فقط باز و بسته میشه. این مفصل ران و لگن هست و مفصل شانه و کتف بچه ها بهش میگن گوی و کاسه ای. مفصل گوی و کاسه ای در همه جهات میتونه بچرخه. و مفصل لغزنده که در چهار جهت میچرخه، مثل مفصل مچه دست. پس این انواع مفصلم که گفتم بنویسید و بلد باشید. گفتگو کنید با توجه به میزان حرکت در قسمت‌های مختلف بدن، درباره انواع مفصل با افراد هم گروه خود گفتگو کنید، که گفتگو کنیدش همین بود که الان براتون شکل رو توضیح دادم. آیا می‌دانید هنگام در رفتگی استخوان از محل مفصل خارج شده است؟ در پیچ خوردگی مفصل در جهت خلاف حرکت خود حرکت کرده است. در بیماری مفصل آماس یا آرتروز
غضروف یا سر استخوان در محل مفصل تخریب شده است. اطلاع جمع‌آوری کنید هم انجام بدید که گفته درباره انواع ربات در مفصل‌ها اطلاعاتی را جمع‌آوری و به صورت گزارش در کلاس ارائه دهید.